آقای شجریان کلیه آوازهایی که میخونه و آثاری که داره متعلق به خود ایشون هست و در شرکت خصوصی که متعلق به ایشون هست تولید میشه. بنابراین به موجب قانون کلیه حقوق مرتبط بر این آثار متعلق به خود آقای شجریان هست و بر اساس قانونی که عنوانش قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان هست، هیچ کس مجاز نیست بدون اجازه ایشون از آثار این هنرمند استفاده و بهره برداری بکنه. همین قانونی که در تمام کشورهای دنیا هم وجود داره. بله بله، کاملا درسته. و این قانون خوشبختانه مربوط به سال 1348 به این طرف است. ما می‌بینیم که صدا و سیمای جمهوری اسلامی به علت قدرتی که در خودش احساس می‌کنه اصولاً به این موضوع هیچ گونه توجهی نمی‌کنه. موکل من استاد شجریان چندین بار متذکر شده به شخص آقای زرقامی و معاونین ایشون که از صدای من استفاده نکنید، اما باز هم بی‌توجهی شده تا اخیراً کتباً این رو اعلام کرد. دلیل اینکه امروز این شکایت مطرح شده چیه؟ این رو علتش رو من عرض بکنم که سیمای جمهوری اسلامی ایران کلیپ هایی میساخت و تصاویری رو با صدای ایشون از تلویزیون پخش میکرد که به هیچ وجه مورد پسند و سمت و سوی نظریات استاد شجریان نبود. به همین دلیل ناچار شد که برای اثبات این موضوع که اولا من با اینها همسو نیستم و اینها بدون اجازه من مورد استفاده قرار میگیره، در شکایت بکنم و از طرفی اگر هم احیانا از این مدت استفاده بکنن بدونن که بدون مجوز قانونی باز هست. علت شکایت ما از صدا و سیما به این جهت بوده و اتفاقا بازپرس پرونده هم که از داستوای کارکنان دولت هست کتبا این رو ابلاغ کرد به صدا و سیما که اگر مجوزی دارید که مجازی صدایشون رو پخش بکنید این رو ارائه بکنید. پس از اینکه شکایت آقای شجریان علیه صدا و سیما مطرح شد، روزنامه کیهان یک مطلب تندی علیه آقای شجریان نوشت و ایشون رو وطن فروش نامید. این شکایت دوم علیه روزنامه کیهان به دلیل اهانت هست که از طرف روزنامه کیهان عنوان شده. بله ببینید، بعد از اینکه ایشون این تذکرات رو به صدا و سیما داد و اینها تصدیق اثر ندادن، مصاحبه ای رو آقای شجریان با یکی از رسانه‌های بین‌المللی کرد و این موضوع رو رسما اعلام کرد. همین بهانه ای شد در دست مدیران روزنامه کیهان که در 14 تیر ماه طی یک مقاله ای اهانت بسیار بسیار سنگینی رو نسبت به ایشون روا داشتند و استاد شجریان که واقعا اسطوره موسیقی ایران هست و برای قسمت اعظم مردم ایران هم از مذهبی غیر مذهبی و همگان محبوب هست، سرودهای میهنی ایشون مرتبا ورد زبان افراد میهن پرست هست و دوستداران آزادی، ایشون رو وطن فروش اعلام کرد و پس از اون در خلال مقاله اهانت‌های دیگه ای رو نسبت به استاد روا داشت. بنابراین استاد به من دستور دادن که در این زمینه هم شکایت مطرح بکنم که شکایت علیه مدیر مسئول روزنامه کیهان آقای حسین شریعت‌مداری مطرح شده و طبیعتاً در این هفته که هستیم مطلب به ایشون ابلاغ خواهد شد. از اونجایی که این دوتا شکایت جداگونه به دو دلیل مختلف انجام شده، شما چگونه اینا رو پیگیری میکنید که بتونید منافع آقای شجریان رو در هر دو جهت تأمین کنید؟ همونطور که فرمودید دو علت و دو جهت جداگانه هستش. یکی در واقع تجاوز به حقوق مصنف و صاحب حق و اثر هست که قانون دیگری داره و 6 ماه تا 3 سال هم حبس برای یک کسی در نظر گرفته شده در این قانون که بدون اجازه صاحب اثر اثر یک هنرمندی رو پخش میکنه و طبیعتاً در اینجا مدیران صدا و سیما هستند که با تحت تعقیب قرار میگیرند و استاد از من خواسته که تا نهایت کار پیش برم و این رو به آقایون ثابت بکنم که در این مملکت احتمالاً قانون اجرا خواهد شد و قاضی نمیتونه این رو نادیده بگیره که آثار استاد بارها و بارها پخش شده بدون اجازه ایشون و قانونی هم وجود داره که به قوت خودش باقی هست و باید کسی که مرتکب اون شده مجازات بشه. اما در مورد روزنامه کیهان که من هم موافق هستم با همه کسانی که معتقدن برخی از افراد پشت پرده آهنین قرار دارن و از یک مسئولیت خاص نانوشته‌ای برخوردارن، اما ما تلاشمون رو می‌کنیم برای اینکه
به هر حال تا اونجایی که امکان داره جلوی حتاکی بیشتر این افراد رو علیه استاد بگیریم. آقای آقاسی، این شکایت پس از پخش غیر مجاز ترانه‌های ایشون بر روی تصاویری که مورد صلاح دید مقامات صدا و سیما بوده، آیا با واکنشی از جانب افکار عمومی هم روبرو شده که مردم از خودشون بپرسن چرا ترانه آقای شجریان بر روی چنین تصاویری استفاده شده؟ در ابتدای هم به هر حال واکنش‌هایی بود که با تعجب برخورد می‌کردن، اما بعد از اینکه مردم اطلاع پیدا کردن که استاد شجریان خودش رو از همون قبیل خس و خاشاک معرفی کرد و علاقمند بود که صدای کسی که خودش جزء خس و خاشاک است نباید بر علیه خس و خاشاک استفاده قرار بگیره، با واکنش و در واقع استقبال وسیع مردم مواجه شد و من دیدم حتی به عنوان وکیل ایشون وقتی صحبتی میشه خوشحال میشن که یکی از هنرمندان محبوبشون علیه اونها نیست.